بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه فرج جان با سلام خدمت استاد یوسفی قروی بزرگوار و همه همراهان گرامی، وارد جلسه 42 از مجموعه بافتار تاریخی قرآن شدیم و انتهای فکر می‌کنم آیات نازل شده در سال 8 هجری رو بررسی می‌کنیم. فکر می‌کنم انتهای مجادله فکر می‌کنم باشیم و بله، در خدمت شما هستیم استاد. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اوكي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر کل بینندگان و شنوندگان گرامی. و یکی دو روز دیگه هم 25 ماه رجب شهادت یا سال روز شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر کل پیروان اون حضرت مورد تکریم و گرامی باش. سوره مجادله: حزب الله و حزب الشیطان. عبدالله ابن نبتل از کسانی بود که در مجالس پیغمبر اکرم حاضر می شد و سخنان آن حضرت را برای یهودیان بازگو می کرد و در خلوت با دوستان هم عقیدش به آن حضرت دشنام می داد. سعید ابن جبیر از ابن عباس روایت کرده که روزی پیغمبر اکرم با چند نفری در سایه یکی از حجره های آن حضرت نشسته بودند. سایه رو به اتمام بود، میخواستند بلند شوند که آن حضرت فرمود: اکنون کسی می آید که با چشمهای شیطان به شما می نگرد، وقتی آمد با او صحبت نکنید. ادامه خبر را مقاتل و سدی که از مفسران اولیه تابعین بودند آوردند که عبدالله ابن نبتل که چشمانی آبی داشت آمد. آن حضرت به وی فرمود: چرا تو و همراهانت به من ناسزا میگویید؟ او به خدا قسم خورد که این کار را نکرده است. این بار با ذکر اسامی آنها پرسید: برای چه تو و فلانی و فلانی به من ناسزا میگفتید؟ او قسم یاد کرد که چنین نکرده است، اما رسول خدا از او نمیپذیرفت. عبدالله بن نبتل رفت و همراهانش را آورد و همگی قسم خوردند که او را دشنام ندادند. اما وحی در این باره نازل شد. آیات 14 و 15 و 16 سه آیه از سوره مجادله: الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم ما هم منکم ولا منهم و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. ترجمه می کنم: آیا ندیده ای کسانی را که قومی را که مورد خشم خدایند به دوستی گرفتند؟ آنها نه از شمایند و نه از آنها، و به دروغ سوگند یاد می کنند و خودشان هم می دانند. خدا برای آنان عذابی سخت آماده کرده است. راستی که چه بد می کردند، سوگندهای خود را چون سپری قرار داده بودند، مردم را از راه خدا باز داشتند و در نتیجه برای آنان عذابی خفت‌آور است. از آیات بعدی فهمیده می شود که ایشان نسبتاً ثروتمند بودند، زیرا می فرماید: لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم و یحسبون انهم علی شیء الا انهم هم الکاذبون. آیه 17 و 18 دعایه 17 و 18 سوره مجادله. ترجمه می کنم: در برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز کاری ساخته نیست. آنها دوزخی اند و در آن جاویدانه میمانند. روزی که خدا همه آنان را برمیانگیزد، همان گونه که برای شما سوگند یاد می کردن، برای او یعنی برای خداوند نیز سوگند یاد می کنند و چنان می پندارند که حق به جانب آنهاست. آگاه باش که آنان همان دروغگویانند. آیات بعدی توصیف آنها به شیطان را تأیید کرده است: استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون.
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، سوره مجادله آیه 19 تا 20، 19 و 18، یعنی 18 و 19 و بعد 18 گذشتیم قبلا، 19 و 20. شیطان بر آنان چیره شده و خدا را از یادشان برده است. آنان حزب شیطانند، یعنی گروه شیطانند. آگاه باش که حزب شیطان همان زیانکارانند. در حقیقت کسانی که با خدا و پیامبر او به دشمنی برمیخیزند، آنان در زمره زبونان خواهند بود. خدا مقرر کرده است که حتما من و فرستادگانم چیره خواهیم گردید. آری خدا نیرومند و شکست ناپذیر است. آری آنان حزب شیطان هستند، اما حزب الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سوره مجادله آیه 22. قومی را نیابی که به خداوند و روز بازپسین ایمان داشته باشند و کسانی را که با خدا و رسولش مخالفت کرده اند، هرچند پدرانشان یا پسرانشان یا برادرانشان یا عشیره و طایفه آنان باشند، دوست بدارند. در دل اینهاست که خدا ایمان را نوشته و آنها را با روحی از جانب خود تأیید کرده است و آنان را به بهشت هایی که از زیر درختان آن جوی هایی روان است در می آورد. همیشه در آنجا ماندگارند. خدا از ایشان خوشنود و آنها از او خوشنودند. اینانند حزب خدا. آری حزب خداست که رستگارند یا رستگارانند. هرچند اخبار دیگری در شأن نزول این آیات هست، با توجه به ارتباط و پیوستگی این آیات به نظر نمی رسد آیاتی از این سوره برای مناسبت‌های دیگری نازل شده باشد. این هم در المیزان مرحوم علامه طباطبایی آمده، در اسباب النزول واحدی نیشابوری و تبیان شیخ طوسی و مجموع البیان شیخ تبرسی هم آمده است. از سال هشتم به در آییم تا سال نهم هجرت ببینیم که آیاتی نازل شده باشد. بر اساس شواهد تاریخی سوره های حجرات و تحریم و صف و تغابن و توبه و آیاتی از سوره آل عمران که راجع به قضیه مباهله پیغمبر اکرم با نصارای نجران یمن بوده، در سال نهم هجری نازل شده است. سوره حجرات، پیامبر اکرم میخواست یکی از اصحاب را به رهبری سریه‌ای، یعنی سریه نظامی منصوب کند. ابوبکر به آن حضرت پیشنهاد کرد قعقاع ابن معبد را برگزیند، اما عمر شخص دیگری به نام اقرع ابن حابس را مطرح کرد. ابوبکر گفت، به عمر گفت تو میخواهی با نظر من مخالفت کنی؟ عمر گفت چنین نیست، من در صدد مخالفت با تو نبودم. وقتی مشاجره آن دو بالا گرفت، صدایشون بلند شد، آیه های زیر نازل شد. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان بخشيت قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. سورة حجرات آيه 2 و 2 آيه 2 و 3. أي کسانی که ایمان آورده اید، صدایتان را بلندتر از صدای پیغمبر مکنید و همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگران بلند سخن مگویید، با او به صدای بلند سخن مگویید، مبادا همچنان که بعضی از شما با بعضی دیگر بلند سخن میگویید، با او به صدای بلند سخن
مگویید، مبادا بی آنکه بدانید کرده هایتان تباه شود. کسانی که پیش پیامبر خدا صدایشان را فرو می کشند همان کسانی هستند که خدا دلهایشان را برای پرهیزگاری امتحان کرده است. آنان را آمرزش و پاداشی بزرگ است. همچنین آیه بخش رو ساعت یا ایال از این آمنو رو به کار میبرن به عنوان توصیه عمومی به مؤمنان پیرامون پیامبر میفهمن دیگه. روزا هم تو نظرم که شمول منافقین در مؤمنین که نیست دیگه، منظورم متوجه شدم نظرم کام شده باشین دیگه. البته شامل منافقین نیست، اما شامل مسلمانان ضعیف الایمان هست، به این معنا که تفرقه و تمییز بین ایمان و اسلام گرچه در قرآن کریم هم تذکر داده شده، اما این اصطلاح در اون زمان جا نیفتاده بوده و لذاست که در آیات قرآن هم کلمه یا ایها الذین آمنو یا جمله یا ایها الذین آمنو شامل کل مسلمانان در اون زمان بوده. جوری به یک همچنین معنی استاد مثلا از امام صادق علیه السلام داریم که ایمان نردبان 10 پله‌ایه، مثلا میگیم اون آمنهای خطاب من تو اولیاش باشه، اولین پله باشه یا تو مثلا بله، البته این خبری است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب خصال در باب عشرات کتاب خصال آورده است از امام صادق علیه السلام که همونطور که اشاره کردید ایمان 10 مرتبه است و سلمان در مرتبه 10 ایمان بود. اما شما کسانی که احساس می کنید یا تشخیص می دید کسانی کمترند در ایمان، اظهار نکنید که موجب دلسوزی آنها نشود، موجب ناراحتی آنها نشود. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدایتون را که خوندیم این ترجمه را، همچنین آیه بعدی به گروهی از شاخه بنی دارم متعلق به قبیله تمیم، یعنی تیره ای از قبیله بنی تمیم به نام بنی دارم اشاره می کند که به دیدار پیغمبر آمده بودند و از بیرون حجره آن حضرت با صدای بلند آن حضرت را فرا خواندند تا او را ملاقات کنند، زیارت کنند، دیدار کنند. این در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده و همچنین در تفسیر تبیان شیخ طوسی و تفسیر مجموع بیان شیخ تبریزی و همچنین در کتاب تاریخ سیره نبوی ابن هشام و ابن اسحاق نیز آمده است. اصلا کتاب اسباب نزول نوشته کیه که تو شمارش 180 واحدی نیشابوری قرن 5 هجری، واحدی نیشابوری از اهل سنت. اهل سنت واسه میگم که اونجا که درباره این که دعوای بنجر و بس بین ابوبکر و عمر هم سر ناقلش همون آقای که یعنی یک مفسر سنیه، بله درست، یعنی منظورم که اون یا ایها الذین آمنو شاید حتی مثلا مصداقش هم یعنی شنوزوش هم دقیقا این نباشه، یعنی منبع عامی داره منبع شیعی نداره. درسته. خب ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. سوره حجرات آیه 4 و 5. کسانی که تو را از پشت اتاقهای مسکونی تو به فریاد میخوانند بیشترشون نمیفهمند، اگر صبر کنند تا بر آنان درایی مسلما برایشان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است. سوره حجرات در درنگ در پذیرش گفته ها، پیامبر اکرم در اوائل سال 9 هجری ولید ابن عقبه را به سوی قبیله بنی ولیعه فرستاد تا زکات آنها را جمع آوری کند. وقتی ولید به آنها نزدیک شد، افرادی از قبیله بنی ولیعه به استقبالش رفتند تا بدانند چرا نزد آنان آمده. از آنجا که در دوران جاهلیت میان آنان و ولید ابن عقبه کدورتی وجود داشت، او ترسید و نزد پیامبر برگشت و به او عرض کرد بنی ولیعه از پرداخت زکات خودداری کردند و میخواستند مرا بکشند. هنگامی که خبر به بنی ولیعه رسید، نزد آن حضرت آمدند و گفتند ولید دروغ گفته، در جاهلیت میان ما و او کدورتی بوده و ما از این میترسیدیم که برای آن نزاع به سوی ما روانه باشد. آن حضرت بنی ولیعه را خطاب قرار داد، فرمود
به این کار خیش پایان دهید. در غیر این صورت مردی را به سوی شما می فرستم که همانند من باشد، جنگجویان شما را بکشد و فرزندان شما را اسیر کند. آنگاه به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود او این مرد است و با دست بر شانه علی زد. در این جریان خداوند درباره ولید نازل کرد این آیات را: یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. سوره حجرات آيات 6 و 7 و 8 سه آیه 6 تا 8. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد نیک وارسی کنید، مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید و بعد از آنچه کرده اید پشیمان شوید و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست. اگر در بسیاری از کارها از رأی و میل شما پیروی کند قطعا دچار زحمت می شوید، لیکن خدا ایمان را برای شما دوست داشتنی گردانید و آن را در دلهای شما بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتون ناخوشایند ساخت. آنان که چنینند رهیافتگانند و این بخششی از خدا و نعمتی از اوست و خدا دانای سنجیده کار است. بله. مثلا لعنتم یعنی چه چیز؟ یعنی منظور چیه که یعنی به سختی میافتید؟ منظور چیه؟ لعنتم از عناء به معنای سختی هم طور که شما مشاره کردید. خب یعنی چی؟ یعنی پیامبر اکرم اطاعت کنه از مثلا مردم در مدینه، خود مردم به سختی میافتن؟ البته آیه در صدد این است که یه همچین توقعی کسی نداشته باشه که پیغمبر تابع رأی و نظر او باشه، مگر جایی که خود پیغمبر تصمیم بگیرد. همونطور که در آیه اشاره کرده است که فإذا عزمت فتوکل على الله، مشورت بکن با اصحابت اما عزم نهایی با شماست. شما اگر عزم کردین نیتت یا حالا عزمت جزم شد به تعبیر فارسی، در اون صورت بر خدا توکل کن و نظر خودت رو اجرا کن، تنفیذ کن. تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی زیدی ما از قرن سوم هجری این خبر را به صورت مسند از جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده، خبر راجع به ولید ابن عقبه و بنی ولیعه. واقدی از مورخین معاصر حضرت امام رضا علیه السلام از یک طرف و مأمون عباسی از طرف دیگر، یعنی متوفای 204 هجری است. حضرت رضا علیه السلام شهید در سال 203 هجری است و واقدی 204 هجری و 206 هم گفتن. واقدی زیدی بود؟ زیدی معاب بود؟ اونی که زیدی بود گفتم فرات ابن ابراهیم کوفی صاحب تفسیر فرات ابن ابراهیم. در و مورد این واقعی هم آخه من شنیده بودم یه نقلی است که میگفت که قرآن معجزه خداونده و علی معجزه پیامبره. واقعی حرف گفته کن؟ رو، نه این حرف رو ابن الندیم محمد ابن آه اسحاق ابن بله، الندیم بغدادی از در این قصه کتاب فهرستش نقل کرده و خیلی اعتمادی برش نیست. این در بله از مقابل نقل، بله از واقعی نقل کرده دیگه، یعنی اون میگه که نواقعی هم چرفی زد. اما الان من یادم نیست، حضور ذهن ندارم که ابن یعنی اونی که در ذهنم است فقط همین است که خود فهرست یعنی ابن الندیم محمد ابن اسحاق ابن الندیم. نکنه محمد ابن اسحاق مشتبه به واقدی شده باشه، چون اونم از مورخین دیگه، هر دو مورخن، اتفاقا واقدی مال بعد از ابن اسحاق. ابن اسحاق متقدم بر واقدی است. ابن اسحاق متوفای 150 هجری است، واقدی 200 هجری است، 200 اندی. واقعی تو ذهنمه، یعنی ابن ندیم از میگفت که واقعی اینجوری گفت، فکر کنم اونجا تو ذهنمه. اما این حرف او، حرف ابن، حالا اگرم نقل از واقعی کرده باشه خیلی به جا نیست. این در مقابل مرحوم شیخ مفید. شیخ مفید از واقعی تعبیر به ناسبی میکنه در کتاب جمل شیخ مفید، وقتی که خبر
و از واقدی میخواد نقل کنه، میگه واقدی ناسبی چون این نقل کرده، یعنی نظر شیخ مفید نسبت به واقدی اینه. حالا واقدی از بعضی از افراد طایفه بنی ولیعه روایت کرده که نزد پیغمبر اکرم رفتیم و در حال صحبت با او و عذرخواهی بودیم که حالت وحی به او دست داد، پس از آن که از این حالت وحی خارج شد عذر ما را پذیرفت و وحی را قرائت کرد که یا ایها الذین آمنوا، همون آیاتی که خوندیم، ان جا اذا جاءکم یا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا الی آخره، که آیه تبین ازش تعبیر میکنن و در اصول فقه، در دروس اصول فقه به مدت زیادی بحث سر آیه نبأ هست که آیا از این آیه چه استفاده میکنیم، استفاده حجیت خبر واحد میشود یا نمیشود، سر این که از این آیه یعنی چه استفاده میشود یا نه، بحث مفصلی است، بحث آیه نبأ در اصول فقه. سپس از ما پرسید ادامه سخنان شخصی از بنی ولیعه، دوست دارید چه کسی را به سوی شما پیغمبر اکرم از آنها پرسیده باشد، دوست دارید چه کسی را به سوی شما بفرستم؟ آنها گفتند عباد ابن بشت را که همونجا حضور داشت. برگزیدیم، آن حضرت به وی فرمود ای عباد همراهشان برو، 10 روز نزد آنان باش، زکاتشان را دریافت کن، اما چیزهای فاخر و برگزیده های خودشان را، اموالشان را برای خودشان واگذار. همراه عباد به سوی قبیله خیش ره سپار شدیم، او را که برای ما قرآن قرائت می کرد و احکام اسلام را به ما می آموخت در خانه های خیش جا دادیم. عباد حقی را ضایع نکرد، چیزی را فرو نگذاشت و در نهایت با رضایت و خوشنودی به سوی رسول خدا بازگشت. یعنی در مقام مقایسه با ولید ابن عقبه، که ولید ابن عقبه چنان مثلا بدرفتاری و ناخوشایند برخورد کرده بود با اونها، گفتن و عباد ابن بشر به سوی با خوشرویی در این 10 روز با ما رفتار کرد. سوره مثلا یه حجرات، سوالی شاید ممکنه این وقتا ممکنه کم فاصله بگیریم هستی، من اینکه مثلا این صحابی که مثلا عباد بود رفته اونجا برای ما قرآن قرائت میکرد و احکام را میاموخت، مثلا این مقاله بله بالا به شرح کنجکاوی خودم میپرسم، مثلا این میزان محفوظات قرآنی این افراد جز حفاظ هم شاید نبوده باشن، چقدر مثلا چند تا سوره رو میبردن از حفظ، سورهای مثلا چون الان سال 9 هجری هستیم و بله تقریبا میشه گفت که 90% قرآن نازل شده مثلا، بعد این که بله میرفت اونجا مثلا یه آدمی مثلا همینجور انتخابی هم میگفتن آقا تو برو اونجا، چقدر از قرآن رو میبرد برای اون قبیله که در چند تا اصلا حافظه ها اون موقع بیشتر بود، چجوری بود یعنی، چون الان همه بله رسانه و خبر و اینا پراکنده است حافظه، شاید میگم اون قد ذهن ها خالی تر بود، حافظه هم قوی تر بود، شاید نمیدونم توضیح در این باره دارین. بله اما دلیلی نیست بر اینکه حالا فرزن به خصوص مثلا عباد ابن بشر چه مقدار حافظ بوده، اندی مقداری از آیات قرآن را در حدی که بتواند آنها را موعظه کند و براشون در واقع حدیث گفته باشد، مثلا در پیرامون آیات سخنانی از پیغمبر دریافت کرده باشد براشون نقل بکند، بالاخره مقداری را داشته است که پیغمبر پذیرفته است که او را بفرستد. یعنی اول از خود بنی ولیعه، از اون فردی که از افراد بنی ولیعه بود مشورت خواست و خب او نظرش را گفت که عباد ابن بشر را ما میشناسیم، مثلا خوب پیشنهاد میکنیم که این مثلا به جای اون ولید الان این دفعه بیاد، و پیغمبر اکرم مناسب دیده، و الا اگر مناسب ندیده بود خب ممکن بود کس دیگر را پیغمبر اکرم پیشنهاد میکردن یا تعیین میکردن. خب سپس از ما خوندیم این قسمت را، رسول، حالا برگشتیم به سر سوره حجرات و راجع به آیات راجع به اصلاح ذات البین، آیاتی در این سوره هست. انس ابن مالک، که یکی از انس ابن مالک خزرجی، یکی از انصار خزرجی یا خزرجیان انصار مدینه بود و البته خدمت پیغمبر اکرم میکرد، دربان و خدمتکار پیغمبر اکرم شمرده شده است، انس ابن مالک. البته احتمال میدم که شاید اینجا اشتباه شده باشه، مالک ابن انس باشه، اما اونچه که در متن کتاب آمده انس ابن مالک، انس ابن مالک از انس شخصیت منفی بود دیگه درسته، یا انس ابن مالک
بله، همین است که بعد شهادت برای روز غدیر را در محضر امیرالمومنین علیه السلام کتمان میکنه، سرش رو پایین میندازه، همین تا آخرش امیرالمومنین علیه السلام اسمش رو میاره، نا استداش میزنه و میگه که انس، مگر تو حاضر نبودی در روز غدیر در رکاب پیغمبر اکرم؟ و او ناچار میشه اعتراف میکنه که لقد کبرت و نسیت، من حالا دیگه پیر شدم و یادم رفته، فراموش کردم. ولذا پیغمبر امیر المومنین علیه السلام او را نفرین می کند که اگر دروغگویی خداوند تو را مبتلا به دردی بکند که نتوانی کتمان کنی. یعنی حالا که داری این حدیث را کتمان می کنی، خدا یه دردی بد بدد که نتونی کتمان کنی. و همینطور هم می شد، یعنی بعد از اون عمامش را تا سر ابروهایش پایین می آورد و بهش گفتن چرا عمامه رو انقدر پایین آورده، و گاهی برای بعضی ها عمامه رو بالا میزد و سفیدی، لکه سپیدی، پیسی، لکه پیسی از پیشانیش ظاهر میشد و میگفت که اصبت به اصابت عبد صالح. از امیرالمومنین تعبیر به عبد صالح میکرد، میگفت این نفرین عبد صالح خداست، ایشون به من نفرین کرده، خداوند مرا مبتلای به این درد کرده. اینم اعتراف این انس ابن مالک برای کتمان حدیث قدیم. ولی اون یعنی خادم نبود دیگه، پس اینجا اتهام مالک ابن انس درست باشه تو این جمله که تو لا، این تو این من فقط مردد شدم الان، و حالا ظاهر خبر همون انس ابن مالک انصاری خزرجی است که در خدمت پیغمبر بوده و حالا منافات ندارد، در اون زمان خدمت پیغمبر بوده. و همون زمان هم اتفاقا باز روایت دیگری داریم که پیغمبر اکرم را یه کسانی یه پرنده بریان شده ای را خدمت پیغمبر اکرم آورده بودند و پیغمبر اکرم دست به دعا برداشت و خداوند بهترین بندگان خودت را بفرست که با من هم غذا شود، و امیر المومنین آمد دم در و این انس ابن مالک چون دربان پیغمبر بود به او اجازه ورود نمیداد. بعد البته اظهار عذرخواهی کرد که من دلم میخواست که از انصار خود ما باشه، از خزرجیان انصاری باشه، و لذاست که امیر المومنین رو رد میکردم، مثلا از روی دشمنی و ناخواستگی و اینها نبوده الاخره. و بالاخره او حاجب شد، امیر المومنین را مانع شد از اینکه وارد بر پیغمبر بشه. این سابقه یه همچین حدیثی هم درباره او و در دربانی او هم وارد شده. صد خب سال انا و یک سال دیگه بخش کوتاه میپرسم، در پی سی صحبت شد، آیا عمر هم ویژگی چهره ایش آیا پی سی داشت؟ یعنی توصیفایی هست که مثلا کهنه اینا درباره چهره زاری؟ در یا اون چه که درباره انس ابن مالک نقل شده، درباره شخص خلیفه دوم عمر ابن الخطاب یعنی چیزی نقل نشده. خیلی ممنون. انس ابن مالک خزرجی خدمتکار پیغمبر اکرم میگوید روزی به وی پیشنهاد دادم، به پیغمبر اکرم پیشنهاد دادم به دیدار عبدالله ابن ابی خزرجی که رئیس منافقین مدینه بود برود، و او با روی گشاده پذیرفت. یعنی پیغمبر اکرم با منافقین بنا به مصالح مردمداری حضرت رفتار خشنی نداشتند و گویا گاهی رفتار خوشایندی نشان میدادند، شاید موجب عبرت آنها بشود، شاید موجب اتمام حجت بنوها بشود و آنها از نفاقشون برگردند. حالا بالاخره روزی به وی پیشنهاد دادم به دیدار عبدالله ابن ابی ابن سلول خزرجی برود، و او با روی گشاده پذیرفت، سوار بر الاغی شد و به همراه، حالا یا بگیم درازگوشی شد، و به همراه مسلمانانی از جمله افرادی از قبیله اوس به سوی این ابن ابی که بله حرکت کرد. الاغ پیغمبر اکرم نزد عبدالله ابن ابی که رسید سرگین ریخت و او بینیش را، یعنی عبدالله ابن ابی رئیس منافقین، بزرگ منافقین، بینیش را گرفت و به پیغمبر گفت از من دور شو. عبدالله ابن رواحه اوسی گفت سرگین الاغ یا درازگوش پیغمبر رسول خدا از بوی تو و پدرت بهتر است. خطاب به
عبد الله ابن ابی ابن سلول کرد. از یک سو خزرجی ها عصبانی شدند و میخواستند عبد الله ابن رواحه را بزنند و از سوی دیگر همراهان ابن رواحه با دست و لنگه های کفششان، کفش هایشان یا دمپایی هاشان، و الا عرب ها کفش نداشتن، کفش به معنای دقیق کلمه یعنی غیر دمپایی، غالبا کفششون حد اکثر اگر کفش داشتن دمپایی بود، و شاخ با لنگه های دمپاییشون و شاخه های نخل به جان خزرجیان افتادند. پس از چندی زد و خورد افراد متفرق شدند و این آیات درباره آنان نازل شد. به نقل از کتاب اسباب النزول واحدی نیشابوری و همچنین در مجمع البیان شیخ تبریزی و المیزان علامه طباطبایی این شأن نزول این آیات آمده. آیات را تلاوت مثلا یک میکنم. سال کوتاه، عبدالله ابن ابی، ابی معنی خاصی داره یا فقط الا اسمه؟ نه، تسخیر ابی، ابی به معنای مثلا زیربار نرو، ابی که حالا وصف امام حسین، عربا مثلا زیاد تکرار میکنن ابی شهادت، ابی از زیر بار بیعت یزید رفتنه، مثلا رفتن بوده است، ازش تعبیر به ابی میکنن. ابی یعنی ابا کننده. سید مثلا از امام حسین عربا تعبیر میکنن سید العباد، آبیان، عباداران، زیر بار دیگران نرفتن، نمیرن، همچین تعبیرات. حالا و این طایفتان آیه قرآن و این طایفتان آیه نه و ده سوره، دو آیه نه و ده سوره حجرات. حجرات یعنی اتاقهای خانه های پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیع الی امر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله ولعلكم ترحمون. ترجمه میکنم اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آنان اصلاح بدهید، اصلاح کنید، و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد با آن طایفه ای که تعدی کرد بجنگید تا به فرمان خدا درآید. پس اگر بازگشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می‌دارد. در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتون سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید که مورد رحمت خدا قرار بگیرید. خب ولی سوره من خدا نمیخوام کرد در من عجیبه که وضعیت چقدر حتی اون سالهای پیامبر، پایانی پیامبر اکرم 9 سال الان پیامبر اکرم بین مدینه یا هستن ولا صحابه مهاجرین، بعد اینا وضعیت اینه که اینجوری که طرف دماغشو میگیره میگه از من دور شو، مثلا وضعیت همچین وضعیتی بوده. تو خیلی بله، چون بزرگ منافقین بوده، متاسفانه خب منافق بوده، آخرش نفاق، گاهی لابلای کلماتشون ولا تعرفنهم في لحن القول، خود آیه قرآن اشاره به این معنا داره که گاهی از لابلای حرفاشون نفاقشون بروز میکنه، ظهور میکنه. سوره حجرات عیب جویی آیه 11 این سوره میفرماید یا ایها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. آیه 11 سوره حجرات. ترجمه میکنم ای کسانی که ایمان آورده اید، نباید قوم دیگری را ریشخند کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند نزد خداوند، و نباید زنان دیگر را ریشخند کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند، و از یکدیگر عیب مگیرید و به هم دیگر لقبهای زشت مدهید، چه ناپسند است نام زشت پس از ایمان، و هر که توبه نکرد آنان خود ستمکارند. درباره شأن نزول آن این آیه، یعنی آیه 11 سوره حجرات، دو شأن نزول، دو خبر شأن نزول نقل شده. الف، پیغمبر اکرم همیشه پس از نماز صبح رو به مردم می کرد و در میان آنها می نشست. باری که نماز تمام شده بود و مردم اطراف آن حضرت را گرفته بودند،
شخص پیری به نام ثابت ابن قیس وارد شد، گوشهای او سنگین بود و از این رو همیشه نزدیک پیغمبر می نشست تا سخنان پیغمبر را بشنود. آن روز ثابت ابن قیس پیرمرد با زور و سختی از میان مردم می گذشت تا جلوتر جایی برای نشستن خود پیدا کند و مکرر می گفت جا باز کنید. یکی از افرادی که ثابت را می خواست از او نیز عبور کند، ثابت می خواست از او عبور کند، گفت همینجا به اندازه بسنده جا هست، بنشین. پس از آن که هوا کمی روشن شد، ثابت نام آن مرد را پرسید و از آنجا که مادر او قبلا به بدی شناخته شده بود، با تعجب گفت پسر فلانه، و آن مرد با خجالت سرش را پایین انداخت. پیرو این جریان، این آیه، آیه ذکر شده، آیه تلاوت شده نازل شد. این یک خبر شأن نزول. شأن نزول دیگری، روزی عایشه و حفصه با یک دیگر بودند. عایشه دختر خلیفه اول ابی بکر و حفصه دختر خلیفه دوم عمر ابن الخطاب با یک دیگر بودند که ام سلمه از زوجه خوب پیغمبر، یعنی دومین زوجه خوب پیغمبر بعد از رتبه حضرت خدیجه ام المؤمنین، ام سلمه از کنارشون گذشت. او قامت کوتاهی داشت و آن روز پارچه سفید بلندی را همچون شال کمر به پهلویش بسته بود و دو طرف آن را از پشت رها کرده بود، به زمین می کشید. عایشه با دستش به کوتاهی او اشاره کرد و به حفصه گفت آنچه از پشت او بر زمین کشیده می شود مثل زبان سگ است. اینم در مجمع البیان آمده و همچنین در اسباب النزول واحدی نشابوری. بله. از این رو وحی نازل شد و مسلمانان را به خودداری از این زشتی ها فرا خواند. سوره حجرات منتقل خواستم شدیم به میتونه آیه هر دوتا باشه، چون اونجا هم دو تا عبارت داره، میفهمه که لا یسخر قوم من قوم قوم و میگه لا نساء من نساء، یعنی میتونه هر دو تاشون از نزول با هم درست بشه، ممکنه، بلی، قابل جمع، یعنی درست. بعد البته ابن فلانه همیشه به همون معنایی که تو پاورقی هم آوردینه، یعنی اون جنبه چیزو داره یا مثلا تغییری نه من، چون یه نه، جایی اسمش آورده، اسمش آورده، اما اینجا راوی نخواست از اسم اون زنی که به بدی آورده شده بیاره، و الله اسمش آورده بوده از فلانه، در واقع جای سنخته رو گرفته. خیلی خوب. سوره حجرات، بدگمانی و غیبت. آیه 12 این سوره میفرماید یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. آیه 12 سوره حجرات. ای کسانی که ایمان آوردید، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره از گمانها گناه است، و جاسوسی مکنید و بعضی از شما غیبت بعضی دیگر نکنند. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ از آن کراهت دارید؟ پس از خدا بترسید و خدا توبه پذیر و مهربان است. عده‌ای از صحابه از جمله ابوبکر و عمر و سلمان در سفری همراه پیغمبر بودند. ابوبکر و عمر از سلمان خواستند نزد پیغمبر برود و غذایی برایشان بگیرد. در این سفر اسامه بن زید که غلام پیغمبر بود، نگهدارنده بار و اساسیه آن حضرت بود و به همین سبب پیغمبر سلمان را نزد اسامه فرستاد. او در پاسخ گفت نزد من چیزی برای خوردن نیست. وقتی سلمان با دست خالی بازگشت، ابوبکر و عمر به یکدیگر گفتند اگر سلمان را به دریا هم بفرستیم آب آن خشک می شود. اسامه نیز به دلیل خست چیزی به ما نداده. سپس به سمت اساسیه اسامه رفتند تا چیزی در آن بیابند. پیغمبر آنها را دید و فرمود چه شده است که تکه های گوشت در دهان شما می بینم؟ منظور تکه های گوشتی است که در آیه اشاره شده است. عرض کردند ای رسول خدا، ما امروز اصلا گوشتی نخوردیم. آن حضرت فرمود چنین نیست، بلکه شما گوشت سلمان و اسامه را خوردید. در اینجا بود که آیه ذکر شده نازل شد.
مجمع البيان مرحوم شیخ تبرسی، و در این مجموع البیان نام ابوبکر عمر را نیورده و تنها ذکر نکرده و تنها گفته است دو نفر از اصحاب آن حضرت. اما در جوامع الجامع که تألیف خود مرحوم شیخ تبرسی است، بعد از اینکه مجموع البیان را نوشت، این دفعه تفسیر کشاف زمخشری به دست زمخشری سنی به دست مرحوم شیخ تبرسی رسید و نکات بیانی بلاغی مورد پسندی به نظر ایشون در تفسیر کشاف به نظر مرحوم شیخ تبرسی رسید، و لذاست که مردد شد بین این که برگردد تفسیر مجموع البیان را، این نکاتی که ازش از این نکات بلاغی زمخشری در کشاف خوشش آمده به تفسیر مجموع البیانش برگردد و اضافه کند، و به نظرش رسید که اگر دوباره بخواد در کتاب مجموع البیانش دست ببرد فتح بابی می شود، و لذا بهتر این است که تفسیر دیگری بنویسد مشتمل بر این نکات بلاغی که خوشش آمده است از کشاف زمخشری آورده در اونجا بیارد. لذا تفسیر جدیدی به نام جوامع الجامع، من جوامع یعنی کلمات جامع، کلمات دربرگیرنده، جامع منظور قرآن کریم است که قرآن کریم جامع آیات دربر قرآن کریمه، لذا ازش تعبیر به المصحف الجامع می کنن، و لذا ایشون گفته جوامع الجامع یعنی در پیرامون آیات مصحف جامع قرآن کریم مطالب جامعی، مطالب دربرگیرندهی که منظور در برگیرنده کلمات حکیمانه هست، اینها رو ازش تعبیر به جوامع الجامع کرده است. بالاخره این نام تفسیر دوم مرحوم شیخ تبرسی صاحب مجمع البیان است، تفسیر اولش مجمع البیان، تفسیر دومش جوامع الجامع. بله، سیوطی این خبر را از مقدسی، ضبط کلمه که در فارسی گفته می شد مقدس یا بیت المقدس، در صورتی که ضبطش مقدس است، بیت المقدس، از انس ابن مالک روایت کرده، اما نام سلیمان را نیاورده، بخشی نام سلمان را نیاورده. او در نقل دیگری همین خبر را از مقدسی از سدی که از مفسرین تابعین بوده روایت کرده، نام سلمان را آورده اما نام دو شخص دیگر را نیاورده. علامه طباطبایی پس از اشاره به نقل‌های مختلف این خبر به این نتیجه رسیده که این روایت ها از یک ماجرا سخن میگوید، بنابر تفسیر المیزان. آیه را ترجمه کردیم که خوندیم، ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید که پاره ای از گمانها گناه است، و بله خبر رو تمام کردیم. در اینجا بود که این آیه 11 این سوره نازل شد، سوره حجرات و ارجمندی نزد خداوند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از بازار مدینه می گذشت که مشاهده کرد غلام سیاهی به فروش و مزایده، یعنی فروش حراجی، که البته هر کسی که بیشتر از ارز میزان ارزیابی کند بیشتر به او تعلق میگیرد در مقام مزایده، مزایده یعنی همه حراج به طرف زیادتی گذاشته شده. غلام با خریداران شرط میکرد که او را از شرکت در نمازهای پنجگانه جماعت رسول خدا باز ندارند. مردی شرط او را پذیرفت و او را خرید. پیامبر اکرم می دید که آن غلام هر روز در نماز جماعتش شرکت می کند تا اینکه روزی در مسجد حاضر نشد. آن غلام حاضر نشد. آن حضرت حال غلام را از صاحبش جویا شد و پاسخ گرفت که تب دارد و بیمار است. پیامبر همراه عده‌ای از اصحاب به عیادت او رفتند. چند روز بعد دوباره حال غلام را از صاحب او جویا شد و این بار در پاسخ شنید که مرگش نزدیک است. آن حضرت به عیادت غلام رفت و او در همین ملاقات جان سپرد و پیغمبر اکرم خود غسل و کفن و دفن او را بر عهده گرفت و خود مباشرت کرد.
برخی از انصار می گفتند ما به آن حضرت پناه دادیم، انصار مدینه، و او را یاری کردیم و اموالمان را در اختیار او گذاردیم، اما او با این کار یک برده حبشی سیاهی را بر ما ترجیح داده، چرا برای ما چنین نکرده؟ برخی از مهاجران نیز می گفتند ما تمام اموالمان را رها کردیم و از شهر و دیار مهاجرت کردیم به مدینه، اما محمد صلی الله علیه و آله حتی به یک نفرمان یا از ما در بیماری و مرگ چنین لطفی نکرد. اینک خداوند به مهاجران و انصار پاسخ داد. یا ایها الذین یا ایها الناس، بخشید، آیه 13 سوره حجرات، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل داشته باشید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خداوند پرهیزکارترین شماست. بی تردید خداوند دانای آگاه است. یعنی در واقع آیه صحه گذارد بر عمل پیغمبر اکرم نسبت به این برده حبشی که مؤمن بود، متدین بود و متقید به نماز جماعت بود، نماز جماعت پیغمبر را از دست نمیداد. و لذاست که در واقع آیه میگوید شما که تمنی میکنید که چرا پیغمبر با شما یعنی چین لطفی را نکرده، چه از انصار چه از مهاجرین، این تابع میزان تقوای شماست. پیغمبر اکرم این برده را متقی تشخیص داد، متقی تر از خیلی از شما، و لذاست که با اون لطف بیشتری نسبت به اون لطف بیشتری نشان داد، انجام داد، عمل کرد. اما شما اگر شما هم مثل این برده متقی بودید، تقوا داشتید، تقوای بیشتری داشتید، پیغمبرم لطف بیشتری به نسبت به شما نشان میداد. اصلا یک سوالی الان از فاو نزول کم قاعده نیشابوریه برنده سوال که ما مفسران غیر ایرانی داشتیم، مثلا یعنی چه شیعه چه سنی، چون اکثر همه واحدی، نمیدونم زمخشری یا فخر رازی، اینا همه یا حتی تبرسی، اینا یعنی غیر ایرانی کی داشتیم مفسر مجلس رو پنج قرن اول مثلا یا شش قرن اول؟ از مفسرین اولیه از هفت قرن اول اسلام تا اولی هم ندیم، مثلا 700-800 سال اول مفسرین برجسته غیر ایرانی داشتیم؟ چون من هر کسی بله میشناسم از ایران بزرگ. بله، خدا بیامرز مرحوم استاد شهید مطهری رو در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، خدمات مسلمانان و مخصوصا ایرانیان به اسلام را شمرده در فنون مختلف یا علوم مختلف اسلامی مثل تفسیر و قرائت و تجوید و امثال اینها، و از جمله در کنار ایرانیان غیر ایرانیان مفسرین هم در همون بخش تفسیر در کتاب خدمات متقابل ایشون شمرده است. کسانی که حال حوصله دارن، خوبه یه ذکر خیلی هم از مرحوم استاد شهید مطهری اینجا شد. بالاخره اینها در بعضی از کتب تفاسیر ذکر شده، نامشون آورده شده، اما کتابی که الان در خصوص این جهت مثلا معین باشد یا فصلی یا بخشی را اختصاص به این جهت داده باشد الان در نظر ندارم، حضور ذهن ندارم. عده‌ای از بادیه نشینان بنی اسد که در واقع ایمانی نداشتند، وقتی خبر جمع‌آوری زکات و چگونگی مصرف آن در اسلام را شنیدند، برای دریافت صدقه یعنی همون زکات به مدینه آمدند و تظاهر به مسلمانی کردند. آنها نزد پیغمبر رفتند و گفتند بعضی از عشیره ها و قبیله ها با تو جنگیدن، اما ما هرگز با تو نجنگیدیم، بلکه همراه خانواده های خیش نزد تو آمدیم، مقداری از زکات را به ما بدهید، برسانید. گویی مسلمانی خود را منتی بر پیغمبر می دانستن. خداوند در این باره این آیات را نازل فرمود، آیه 14 تا 18، یعنی 4 آیه در سوره حجرات. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يعلمون يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. برخی از بادی نشینان گفتند ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاورده اید، لیکن بگویید اسلام آوردیم. و هنوز در دلهای این یکی از آیاتی است که در واقع تفاوت بین اسلام و ایمان را اشاره می کند. اما عرض کردم در این حال در اون زمان این جا نیفتاده بود به طوری که مسلمان را غیر مؤمن، مؤمن را غیر مسلمان حساب بکنند، یعنی تفاوتی در درجات ایمانشون در واقع قائل بشن، به این که ممکن است کسی مسلمان باشد اما هنوز به رتبه ایمان نرسیده باشد. و البته به عکسش اگر ایمان داشته باشند معنیش این است که طبعا اسلام هم آورده است که به رتبه ایمان رسیده. و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده و اگر خدا و پیامبر او را فرمان برید از ارزش کرده هایتون چیزی کم نمی کند. خدا آمرزنده مهربان است. در حقیقت مؤمنان کسانی هستند که به خدا و پیامبر او گرویده و دیگر شک نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردند. اینانند که راست کردارند. بگو آیا خدا را از دین خود خبر می دهید؟ و حال آنکه خدا آنچه را که در زمین است میداند و خدا به همه چیز داناست. از اینکه اسلام آورده اید بر تو منت میدهند، بر تو یعنی پیغمبر اکرم منت میگذارند. بگو بر من از اسلام آوردنتون منت مگذارید، بلکه منت یعنی نعمت را از خودشون میبینند که به دیگری رساندن. این معنای منت است، از کلمه من گرفته شده است، یعنی از من است که به تو رسیده است. بله منت میگذارند. اگر بله منت مگذارید، بلکه این خداست که با هدایت کردن شما به ایمان بر شما منت میگذارد اگر راستگو باشید. خداست که نهفته آسمان و زمین را میداند و خداست که به آنچه میکنید بیناست. سوره منتقل شدیم از سوره حجرات به سوره تحریم و کفاره سوگند، یعنی حکم کفاره سوگند. سوره تحریم با آیات زیر آغاز می شود. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم اذ اسر النبی الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه وعارض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه يا بقراءة ديجر وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. آية 1 تا 4 سورة تحريم. و این سوره تحریم نامیده شده به مناسبت جمله اول این سوره، لما تحرم ما احل الله لك، ای پیغمبر خدا چرا اون چیزی را که خداوند بر تو حلال گرد حلال نهاده است، حلال مقرر فرموده است، تشریع فرموده است، چرا این را بر خود حرام میکنی؟ حرام کردن با پیمان، با قسم، با سوگند. ای پیغمبر چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده بر خود ممنوع و حرام میکنی؟ در حالی که بله یعنی حرام میکنی تا خوشنودی همسرانت را بطلبی و خدا بسیار آمرزنده و مهرورز است و به یقین خدا گشودن سوگندهایتان را برای شما معین ساخته و خدا سرپرست شماست و او دانا و فرزانه است. و یاد کن هنگامی را که پیامبر با برخی از همسرانش سخنی پنهانی گفت ولی هنگامی که همسرش آن خبر را خبرچینی کرد خدا آن را بر پیغمبر آشکار ساخت
برخی از آن را به او شناساند و از برخی دیگر روی گردانید و هنگامی که آن همسرش را بدان خبر داد گفت چه کسی این را به تو خبر داده؟ گفت خدای دانا و آگاه به من خبر داده. اگر شما دو همسر پیغمبر به سوی خدا بازگردید پس به سود شماست، چرا که به یقین دلهای شما به کجی گراییده، و اگر بر ضد او یکدیگر را کمک کنید پس زیانی به او نمی رسانید، چرا که خدا تنها یاور اوست. و بعد از آن جبرائیل و شایسته مؤمنان و فرشتگان پشتیبان اویند، که البته منظور از صالح المؤمنین در روایات متعددی از شیعه و سنی رسیده است که پیغمبر اکرم فرمود، یعنی پرسیدن از پیغمبر که و صالح المؤمنین در اینجا کیانند، و پیغمبر اکرم دست بر شانه امیر المؤمنین علیه السلام زد، در کنار پیغمبر بود و فرمود این صالح المؤمنین است، یعنی شایسته در میان مؤمنان. زیبایی این آیه اینه که امیرالمومنین اینجا در قبل و بعدش ملائکه است، میفهمه جبریل و سال المومنین و ملائکه بعد از ذالک، یعنی در میان ملائکه قرار گرفته. و اون دو همسر پیغمبر هم از خود عمر ابن عباس نقل کرده، شیعه و سنی باز نقل کردن که ابن عباس در سفر حجی با همراه با خلیفه دوم عمر بود در زمان خلافتش، و البته این کار عمر بود که چون در خانه امیر المومنین علیه السلام را در واقع اینها بسته بودند، لذاست که به جای امیر المومنین که انهو شاگردی از شاگردان امیر المومنین ابن عباس را همراه خودش میکرد، که احیانا بعضی از مسائل بیا که پیش میآید یا دیگران عرضه میکنند یا میپرسند، ابن عباس بتوند پاسخ خش را که از امیر المومنین مثلا دریافته است بازگو کند، و بالاخره کسی از بنی هاشم همراه اونها باشد، از هاشمیان، از منصوبان پیغمبر، پسر عموی پیغمبر از همراه اونها باشد، که اونها بگن که ما با بنی هاشم ناراحت نیستیم، ناراحتی نداریم، بد نیستیم، ولی خب علی خودش با ما نمی آید و مثلا ابن عباس که با ما میاد قبولش داریم و با خودمون میاریم. بالاخره ابن عباس میگه در اون سفر دیدم حال عمر، چون همیشه حالش سرحال نبود، جوشی بود، ولذا دیدم سرحال، از او پرسیدم که این دو زن پیغمبر کیانند، و عمر گفت که دخترم حفصه و رفیقش عایشه دختر ابوبکر، این دوتا دو زن همسران پیغمبر هستند، که در این آیه منظور این دوتا هستند. ان تتوبا الالله فقد صغت قلوبكما، اگر به سوی خدا توبه کنید که دلهای شما به کجی رفته است، یعنی چون از بله خلاف پیغمبر، آخه مثلا کسی با زن پیغمبر باشه به پیغمبر بگد که کی بهت خبر داد، و او ایمان نداشته باشد که پیغمبر خدا از سوی آسمان از خدا پروردگار خبردار خواهد شد. و خوبه اینا، چون آخر وقت ما نست، اگر کسی سوالی دارد خوبه سوالی بکنید که تمام کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. مثلا محمد آل محمد اجمعین. مثلا اینجا من یک جور دیگه نمیشه این آیه رو مثلا خون، چون توی ترجمه پرانتز گوشین ان تتوب و الله، مثلا انگار مثلا سیجد ستجد و مثلا الله و غفور و رحیم، مثلا انگار اگه توبه کنید به خدا، خدا را مثلا رحیم و مثلا غفور خواهید یافت، در خطاب به آن دو زن. ولی انگار داره خداوند یک متوقف میشه اینجا، میفهمه که فقط زغت قلوب کما، انگار که یعنی این کار رو نخواهید که، یعنی توبه به سوی خدا نخواهید کرد هرگز، یعنی با علمی که علم میشه اینجوری هم دید این آیه رو، یعنی خدا خدا هم مکس میکنه، میفهمه که فقط قد زغت قلوب کما، یعنی قلبای شما ولی مثلا تنگ و در اون حالت توبه رو نخواهید کرد. این فا، این فای در اینجا فقط زغت قلوب کما، فای تفریع در مقام تفسیره، یعنی که انه جواب سوال مقدر را میدهد که توبه از گناه، مگر اینا گناهی کردن؟ آیه میگد بله گناه کردن، فقط سقط قلوبکما، یعنی دلهای شما به کجراه، به کجه رفته است، به کجراهه رفته است، در همین کیفیت تبانی که این دوتا با یکدیگر کردن، که بیایید علیه سری که پیغمبر خدا به یکی از ما داده است به همدیگر این سر را برسانیم،
و الى آخره. چون در واقع برخلاف توصیه پیغمبر عمل کردن، اصلا پیغمبر فرموده بود المجالس بالامانات، یعنی نه لازم نیست کسی بگوید که این مطلبم رو شما سر نگه دارید، به کسی نگویید. اصل در هر سخنی که بین دو نفر رد و بدل شده است، اصل درش از نظر حکم شرعی اسلامی امانت داری است، مگر اینکه خود اون شخص اجازه بدهد. مانعی نه، من مانعی ندارم این مطلب رو برای دیگرانم نقل بکنی، و الا اگر اجازه نداده باشد امانت شمرده می شد. المجالس بالامانات. و صلی الله علی سیدنا و علیه. نه مثلا الله محمد و محمد استاد، بس ان شاء الله سوره همین تحریم رو هفته آینده خواهیم داشت، و عزیزان اگه سوالی میخوان بفرمایید میتونن خودشون رو از حضرت صامت در بیارن. بعد یک سوال فکر کنم بتونیم داشته باشیم از بفرمایید. دوستان آنلاین، اگه مکتوب میخوان سوال بپرسن. خب فکر کنم کسی از نکن. خب یکی از عزیزان پرسیدن بخش شأن نزول آیه‌ای که استاد تلاوت کردن در ارتباط با حرام کردن حلال رو میشه بیشتر توضیح بدن؟ یعنی پیغمبر برای چه اینجا چیزی رو که خوب کرد؟ آینده، یعنی برای در این واقع طور بعد از اینکه آیه رو تلاوت کردم، این دفعه یادم افتاد که یعنی متوجه شدم که وقت داره تمام میشه و نمیرسیم به تکمیل تفسیر این آیه، ولذاست که تفسیر این آیه مونده است در واقع برای هفته آینده. موفق و معید باشین انشاءالله. خیلی ممنونیم استاد، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که سلامت باشین. خدمتتون خیلی هفته آینده. خدا نگهدار شما همه عزیزان. نازریا چخ ممنون کردش. در امان. خیلی ممنون، خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا